جا داره که بگم از الا و بلا هنوز یه ماه نگذشته، ولی ما دوباره یه آهنگ داریم، دو نفره از سینا پارسیان و پرستو، مصر رو داریم. میخواییم بریم مصرانه بشنویش. سلام به همه موزیک بازای خفن، چطور متورین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون. آقا میخواییم بریم سراغ جدیدترین. وقتی میگه جدیدترین واسه سینا پارسیان الان، باید بگی الان یا الان، یعنی جدیدترین آهنگ الان یا الان. اگر این سوال مثلا 6 ماه پیش میپرسیدیم، میگفتیم سینا پارسیان مثلا پارسال یا امسال، ولی نمیدونم. راستشو بگم، من خودم بیشتر از هر چیزی منتظر اون، یعنی منتظر آهنگ کامل افکار سمید که یه تیزر مانند خوندن، یه دمو مانند، یه دقیقه و خوردی بود، من منتظرم اون آهنگش بیاد. حالا یه سری دیگه منتظرن مارادونا آهنگش بیاد، یه سری دیگه منتظرن آلبوم بیاد، و سینا پارسیان این وسط میگه هرچی خودم دلم بخواد میذارم. بریم مصر رو بشنویم. فقط قبلش اگر تا حالا ما رو سابسکرایب نکردین، سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو حتماً فعال کنید، و مصر 3:11 باید بریم بشنویمش. خدا رو برمیداریم به احترام شما، بریم که چه کرده. الا و بلا که دیگه تای آمپسند بود. مصر ببینیم که 1, 2, 3 نمیخونی؟ او مای گاد، ببین کی اینجاست، ببین توی کاورش چیا میبینیم. وای ببین چی میبینم. ترانه سینا پارسیان، ملودی سینا پارسیان، تنظیم سینا پارسیان. بابا خب همشو نمیشد یه جا بنویسی؟ لابد نمیشد، لابد سنراه تونستن که یه جا ننویسن. برو همدرامه، ساده همدرامه. حقت همین بود، خودتو باختی چقدر زود. حقت همین بود یا حدت همین بود؟ حدت همین بود. حدت خودتو باختی چقدر زود. منو بگو میترسیدم رد بدی، ردت همین بود. گفتی صد میذاری تو رابطه، صدت همین بود. همین بود، همین. با یه نگاه تحقیرآمیزی داره میگه حدت همین بود. گفتی صد میذاری تو رابطه، صدت همین بود. منو ببخش اگه میخواستمت، مصر بودم پای تو واسمه. میرفتی سمت در، داد میزدم سرت، میگفتم گاز نده. باید ولت میکردم، باید تنها میذاشتمه. منو ببخش اگه میخواستمت، مصر بودم پای تو واسمه. میرفتی سمت در، داد میزدم، میگفتم انقدر گاز نده. باید ولت میکردم، باید تنها میذاشتمه. آقا من معذرت میخوام، توی ریاکشن قبلی الا و بلا من یه جمله طلایی گفتم، گفتم الان یه نفر میاد کامنت میذاره که سینا پارسیان از دست رفت، دیگه این دنیا به درد نمیخوره. و الان یه لحظه این تو ذهنم اومد، گفتم برم ببینم کامنت های سینا چیه. و اولین کامنتی که باز کردم، خدا شاهده، نوشته که آقای علی جی بی 999 نوشته که همچنان در انتظار ترکی مثل زهره یا عصای موسی هستم، مثل اونا هم منتشر کن، در آخر خسته هم نباشین. من دقیقا یادمه سر همون زهره، سر همون عصای موسی،
خیلی ها باز می اومدن می گفتن این چیه تو خوندی، یکم آن پسند کار کن، ما رو هم درک کن. یعنی می خوام اینو بگم، تو هر کاری بکنی، حالا این دوستمون که خب خیلی محترمانه گفته بود و دمش هم گرم، هر کاری بکنی یه سری ها هستن بگن که چرا اونجوری کار نمی کنی، اونجوری کار کنی، چرا اینجوری کار نمی کنی. خلاصه که حرف برای گفتن زیاده، بریم بقیهش رو بشنویم ببینیم که در ادامه چه کرده. یه رابطه مستقیمی هم بذار من فکم گرم شده، یه رابطه مستقیمی هم وجود داره بین آنپسند شدن کارای سینا پارسیان و کاور زدن احسان احمدی. یعنی الاولا که عالی بود، یعنی کاورش فکر میکنم جز تاپ ترین کاورهاییه که احسان زده تا حالا، و الان مصر دیگه اصلا رو دست اون زده. داری چی کار میکنی؟ خدایی داری چی کار میکنی با خودت؟ از کاورهایی مثل نیجریه، مثل قطار، مثل جونم براتون بگه، مثل چی؟ مثل کشتی، سگانه کشتی، مثل آشیل، یه پیر زن مرده، اینا همه رو کاوراشو احسان زده، احسان احمدی زده. الان داریم این مینیمال شدن رو میبینیم، به وضوح داریم میبینیم که یعنی در حد دو تا سرچ کردن تو گوگل، دو تا عکس رو با هم دیگه کلاژ میکنیم، چهار تا کلیک میکنیم، یه افکت هم ترش میدیم، تموم تموم تموم، دیگه بیشتر از این وقت نمیذاریم. ولی نه، یه داستانی پشتش هست، خیالتون راحت باشه که همچین سادگی یهو به وجود اومده، یه داستانی پشتش هست، من هم نمیدونم. مثلا بریم بشنویم. فقط قبلش آقا یه نکته دیگه هم بگم، دیگه واقعا میریم آهنگو بشنویم. یه سری آهنگا هستن که اینقدر قشنگن جاشون دیگه فقط توی پلیلیست گوشیمون نمیتونه باشه، باید بیان روی دیوار اتاقمون. یه آنلاین شاپ هستش به نام راوی که موزیکایی که شما دوست دارین و موزیکای مورد علاقتون رو میتونه مثل یه قاب عکس براتون درست کنه و بفرسته و بچسبونیدش به دیوار و حالش رو برین. با عنوان مثال وایس الان مثلا این قاب عکس شیشه‌ای رو می‌بینید، خدا وکیلی خیلی شیکه، خداییش خیلی شیکه، نگو نه. اینجا یه کد کیو آر هم داره که با گوشیت اگه اسکنش بکنی موزیک پخش میشه از گوشیت، و یه حمایتی هم می‌کنی از آرتیستت با هر بار پخش کردن این شیشه است. خلاصه که اگر دوست داشتین، من می‌رم آهنگ خود سینا از هر خواننده ای بخواین براتون اوکی میکنن، طراحی میکنن. به نظرم خیلی چیز جذابی. حالا اینجا نمیدونم نور میبینین آیا، هم اکولایزر داره، هم کاور داره، هم یه کد کیو آر که بتونین آهنگو پخش بکنین از پلتفرمای مورد تایید خود آرتیست. این خیلی خفنه. کسایی که از طرف من برن و آثار آهنگای سینا پارسیان و پرستو رو سفارش بدن، تا امروز دوشنبه بود، تا سه شنبه شب ارسالش رایگانه. سینا پارسیان، پرستو، هر آهنگی که بخواین فرقی نمیکنه، ارسالش رایگانه براتون. از طرف من بگید هستین. بریم بشنویم، این خوبه. برو برعکس تنظیمای قبلی سینا، این تنظیم خیلی ملوه به نظرم، من یعنی که آخرش یه حرکتی بکنه. چه خوب، گوش کن. من یاشق مراسم اونجور نبودی، چرا پیش قدم و سیسور نبودی؟ تو میخواستی یه کوه محکم باشی پشت سرم، میشد اگه شل نبودی. آسمون جل نبودی، دنبال سل نبودی، اگه شل نبودی. چه کرده این ترانه، خدای قشنگی، خدای قشنگی دیگه، عیب نذارین روش. کوه محکم باشی پشت سرم، میشد اگه شل نبودی. عجول بودم با
خدایی این ورس تتلو رو، ورس تتلو رو، این از کجای من اومد؟ این ورس پرستو رو خیلی دوست داشت. پرستو تتلو بریم یه بار دیگه این تیکر رو بشنویم. خیلی قشنگ اجرا کرد. کلا این قافیه بازیه رو من دوست دارم. من عاشق مراسم اونجور نبودی، چرا پیش قدم و سیسول نبودی؟ تو میخواستی کوه محکم باشی پشت سرم، میشد اگه شل نبودی. عجول بودم واسه داشتن تو که افتخارت این بود حول نبودی. منو ببخش اگه میخواستمت، سر بودم پای تو وایسمه، میرفتی سمت در داد میزدم سرت، میگفتم گاز نده، باید ولت میکردم، باید تنها میذاشتم. منو ببخش اگه میخواستمت، مصر بودم پای تو واسمه، میرفتی سمت در داد میزدم میگفتم انقدر گاز نده، باید قلت میکردم، باید تنها میذاشتمه. ورس پرستو، ورس پرستو به نظرم نقطه عطف این کار بود و اصلا یه چیزی بود که نه انتظارشو داشتم و همین که وقتی شنیدم واقعا شگفت زده شدم. دمش گرم، دمتون گرم. البته کلا دو نفر کار کلا جمع کردن، صفر تا صدش رو دو نفره جمع کردن. احسان احمدی هم لطف کرده یه دو تا سرچ زده یه کاور خوب در آورده. ایوه لینک موزیک رو میذارم توی دیسکریپشن، حتما 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 از یوتیوب خود سینا پارسیان هم بشنوید کارو و حمایت کنید. من همیشه توی مخصوصا ریاکشن های پاپ وقتی یه خواننده خوب باشه میگم که واقعا حمایتش کنید که نره اون سمتی که نباید. و خیلی از خواننده های پاپ هم بوده که رفتم اصلا فیلمش رو نذاشتم، بالای فکر میکنم 10-20-30 تا ویدیو رو من نذاشتم در این حد بگم. دمتون گرم، خیلی چاکریم، امیدوارم که لذت برده باشین. بگین که شما کدوم تیکه از این آهنگو خیلی دوست داشتین. من خودم بی‌طرفانه میگم اون ورس پرستو اصلا منو دیوونه کرد، اصلا نگم برات، خیلی خفن بود. خلاصه آقا اگر خواستین از این ور بیارم دیگه، قهوه راوی رو سفارش بدین، میتونین که به پیجشون پیام بدین، تو واتساپ هم میتونین پیام بدین، توی دیسکریپشن میذارم اطلاعاتشو. و همین، هم میتونید برای خودتون بگیرین آهنگایی که خیلی دوست دارین و هم میتونید هدیه بدین، جفتش خفنه. اینجوری از طرف ما، یعنی اینجوری به ما میرسه، اما به شما چجوری میرسه؟ به شما اینجوری میرسه. دمتون گرم، خیلی چکریم. از طرف من برید آهنگای سینا پارسیان و پرستو ارسادش رایگانه تا فردا شب، یعنی الان دوشنبه شب تا سه‌شنبه شب ساعت 24. خیلی چکریم. سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کنارش لایک کامنت، مراقب خودتون باشین تا یه ویدیو دیگه. قربان شما، مستر چک. به مرتضی تو بگو بد خدا داشته باشی، به مرتضی علی با دندونام زرش میدم تا سابسکرایب نزنی به مالا ولت نمی کنم. تو داشی تایتون گرم. آی انار انار بیا ببار.